با سلام گرم و صمیمانه به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید، سیما بهاری هستم، با همکارم جمیل فرزان از برنامه گفتگو در خدمتتون هستیم. ترور یک وجه مشخصه دنیای امروز شده متاسفانه. به جرئت میشه گفت هیچ جا امن نیست. هر جا میخوای سفر کنی همه به هم دیگه میگن مواظب باش، حواست باشه، به خاطر اینکه عملیات تروریستی اتفاق میفته و انجام میشه. البته مسئله ترور مسئله تازه‌ای نیست، مسئله ای نیست که فقط امروز مطرح شده، ولی در دنیای امروز ما این مسئله ابعاد خیلی بزرگی به خودش گرفته. تفاسیر متفاوتی راجع به ترور هست. مهمون برنامه‌مون محمد آسنگران هست تا در این رابطه با ایشون به گفتگو بپردازیم. سلام میکنم به شما محمد آسنگران، خوش اومدید به برنامه گفتگو. با سلام به شما و شنوندگان و بینندگان برنامه‌تون. خب از همینجا شروع میکنیم. ترور چیه؟ آیا اگر که یه آدم بی‌دفاع رو مثلا بکشن یا اگر یک جای بمب منفجر بشه این میشه یک عملیات تروریستی یا ابعاد گسترده‌تری داره؟ شما چجوری توضیحش میدید؟ بعد مسئله خود ترور و تعریف ترور تعریف خاص و مشخصی از نظر صاحب نظران و یا اکادمیسیان ها و یا فعال سیاسی و دولت ها وجود نداره، ولی علل عموم یک چیز بین همه تعریف مشترکه و اونم این هست که عملی که باعث بشه در جامعه با وحشت و ترس رو عمومی بکنه، بخش‌هایی از جامعه یا کل جامعه رو با وحشت مواجه بکنه، از راه کشتن و خونریزی و ایجاد ترس و خشونت بهش میگن ترور. و معمولاً ترور از طریق گروه های معین یا دولت های معینی اعمال میشه برای کسب قدرت سیاسی یا برای حفظ قدرت سیاسی. این چیزیه که تقریبا تعریفی بین همه صاحب نظرانی که تا حالا در مورد تعریف ترور حرف زدن میشه گفت تقریبا مشترکه. نمیگم دقیق، ولی هر کس تعریفی داده و توضیحاتی داده، ولی علل عموم بحث ایجاد ترس و وحشت و گسترش خشونت در جامعه رو برای کسب قدرت یا حفظ قدرت بهش گفتن ترور. و این تعریفی تقریبا میشه گفت قابل قبول تر از بقیه تعریف هست. بله، حزب کمونیست کارگری و تقریبا میشه گفت همه اپوزیسیون جمهوری اسلامی دولت جمهوری اسلامی رو یه دولت تروریست میدونن. مشخصات این تروریسم جمهوری اسلامی چی هست؟ اگر همون تعریف رو مبنا بگیریم، حالا با هر ملاحظه ای که در مورد خود این تعریف وجود داره، جمهوری اسلامی دولتی هست که از روز قدرتگیری خودش و حتی روز قبلش قدرتگیری، وقتی تلاش میکرد قدرت رو کسب بکنه، این خصیصه در وجودش بود که برای کسب قدرت و بعداً برای حفظ قدرت از روش خشونت، کشتار مخالفین، قتل و بیان ادبیات و مواضع سیاسی خشونت آمیز و گسترش این خشونت در جامعه تلاش کرد جامعه رو مرعوب کنه، بترسونه، در قدم اول برای اینکه به قدرت برسه و در قدم دوم برای اینکه قدرتش رو حفظ کنه. و به این معنا جمهوری اسلامی رو تروریست میگن. ولی خود تروریسم انواع داره. تروریسم یه اسم عامه، برای تروریسم مخالفین علیه یک دولت به کار برده میشه، برای یک دولت برای حفظ حاکمیت خودش که ترور رو گسترش میده، وحشت و ترس رو گسترش میده، گفته میشه بهش میگن تروریسم دولتی. و یا حتی تروریسم بین المللی، وقتی یک دولتی و یا نیروی بخواد در ابعاد وسیع تر از یک دولت ترور رو گسترش بده.
حتی تروریسم اتمی یا تروریسم سایبری، همشون تعاریفی هستند بر اساس نوع استفاده و مکان و ویژگی استفاده ای که از این روش انجام میدن بهشون اطلاق میشه. مثلا جمهوری اسلامی در این حال تروریست گفته میشه بهش و واقعی هم هست، یک تروریسم دولتی رو الان نمایندگی میکنه و به درجاتی حتی تلاش کرده تروریسمش رو از محدوده دولتی به یک محدوده حتی بین المللی گسترش بده و برای اینکه اهداف سیاسی که داره رو برای خودش تعریف کرده بهش برسه. و معمولا تروریست ها چه دولتی چه بین المللی چه غیر و غیره از ابزاری و از روکش ایدئولوژیکی یا با اتکا به مبانی ایدئولوژیکی این کار رو انجام میدن. این مبانی ایدئولوژی الان تو این دوره ما اساساً مذهبی هست و بر اساس مذهب و اعتقادات مذهبی و آیات و احادیث اسلامی این ترور رو توجیه میکنن و هر کدوم برای خودشون حقانیتی قائلن در مقابل دیگران، در مقابل مخالفین، و جمهوری اسلامی حامل و حامی همین ها هست. بله، حزب کمونیست کارگری وقتی که از مسئله ترور صحبت میکنه از دو قطب تروریسم صحبت میکنه، منظور چیه؟ این دو قطب کدومان؟ به یک تعریف مال یک دوره ای بود که جهان دو قطبی شرق و غرب به پایان رسیده بود و آمریکا به عنوان قطب غالب و قطب پیروز یا رهبر قطب پیروز تلاش میکرد بعد از جهان دو قطبی تسلط و یا هژمونی خودش رو بر جهان گسترش بده و تمام قدرت‌های جهان بپذیرن که ژاندارم دنیا آمریکاست. و به خاطر همین شروع کرد به اقداماتی در افغانستان و عراق و جاهای دیگه. اون دوره قطب مقابلش تروریستای اسلامی بودن قرار گرفتن و این تعریف واقعی بود که از یک طرف تروریسم دولتی آمریکا برای قدرتی خودش و برای کسب هژمونی که در انتظارش بود یا در استراتژیش بود دست به اقداماتی زد، در مقابلش تروریسم اسلامی مقاومت رو میکرد و تلاش میکرد موقعیت قوی تری رو برای خودش کسب کنه یا حتی اونجایی که قدرت داشت حفظ کنه. و این دو قطب رو ما دو قطب تروریسم جهانی نامیدیم، تروریسمی که یک طرفش اسلامی‌ها بودن، یک طرفش آمریکا و حامیانش. منتها اون دوره با شکست آمریکا در عراق و عقب نشینیش از عراق در سال 2011 دیگه تقریبا به پایان رسید. الان دیگه وقتی از دو قطب تروریسم حرف زده میشه تو این دوره معنی منطقه‌ای و مشخصتری داره که متفاوت هست با اون بحث معین در یک دوره معین. بله. خب وقتی که راجع به جنبش اسلام سیاسی صحبت میکنیم، الان با توجه به اینکه مثلا یک گروهی به نام داعش عرض اندام میکنه و خودنمایی میکنه، توی همین جنبش اسلامی هم ما با دو نوع تروریسم مواجه هستیم و روبرو میشیم. انگار که یه دو تا قطب شکل گرفته، یکی داعشه یکی بقیه اسلام، مثلا حالا حسابش بکنیم. تفاوت ایدئولوژیک و سیاسی این دو قطب، این دو دسته، حالا این دو هرچی اسمشو ببرین، چی هست؟ چجوری شما میتونین تفکیک کنین اینا رو از هم دیگه؟ البته اگر کسی چنین تعریفی بکنه خب تعریفش دقیق نیست، چون داعش یکی از گروه های تروریستیه که در جبهه اسلام نوع سنی قرار داره بر اساس سنت و احادیث پیامبر اسلام. اینا خودشونو سازمان دادن و بیشتر سنیگری رو رواج میدن، شیعه رو رافضی میدونن. و قطب مقابلش جمهوری اسلامی و نیروهای حامی و یا متحد جمهوری اسلامی و یا نیروهایی هستند که در قطب جمهوری اسلامی هستند، اینا
قطب مقابلشن و این دو قطب امروز در منطقه به عنوان دو قطب یا دو جناح اسلام سیاسی در مقابل هم قرار گرفتن. اگر یک قطبش رهبرش و رأسش جمهوری اسلامیه، قطب مقابلش رأسش عربستان سعودیه، نه داعش. داعش در جبهه اسلام سیاسی نوع سنی یک گروه تروریستی خشونت آمیزه که الان خود اون قطب سنی هم در مقابلش قرار گرفته و قبولش نداره، اگرچه اول تقویتش کردن، امکانات بهش دادن، در مقابله با اسد و جمهوری اسلامی تجهیزش کردن و امکاناتی فراهم شد که بخش زیادی از کشور سوریه و کشور عراق رو به تسلط خودش درآورد و فراتر از این دو کشور حتی در کشورهای دیگه گروه‌هایی پیدا شدن، با اینا بیعت کردن، الان در لیبی، حتی در فیلیپین، در سومالی، در کشورهای دیگه عربی شاخه های مختلفی دارن، در خود یمن مجموعاً گسترش پیدا کردن تو کشورهایی که ما اصطلاحاً بهش میگیم که بهشون میگیم کشورهای اسلام زده. و به این معنا الان داعش فقط یک گروه تروریستی محلی در یک محل نیست، یک گروه تروریستیه که در کشورهای مختلف شاخه‌های مختلف داره و اینا بیعت کردن با رهبر گروه داعش و خودشون شاخه ای از داعش میدونن. همه اینها ابتدا شاخه های یا بخش هایی از گروه القاعده بودن و بعدن چون اینا القاعده رو قبول نداشتن و فکر میکردن القاعده به اندازه کافی سنت های اسلامی رو اجرا نمیکنه، اینا خشونت بسیار وحشتناکتر و غیر قابل باورتری برای جهان امروز رو نمایندگی میکنن که حتی القاعده از انجام اونها ابا داره و زیاد مثل اینا اجراش نمیکنه. برای مثال مثلا وقتی اومدن منطقه شنگال رو گرفتن داعشیا، هزاران زن و بچه رو و مردا که گرفتن، مردا رو قتل عام کردن، ولی زن و بچه ها رو گرفتن اسیر کردن و زنا رو بردن بازار فروختن و به عنوان کنیز، به عنوان یک کالا دست به دست فروش می رفت و اینا تجاوز اسلامی رو مجاز شمردن و کاری کردن که سنت های دوران صدر اسلام رو دوباره زنده کردن، یعنی به طور واقعی و با اطلاع از سنت های اسلامی داعش به سنت های صدر اسلام و پیامبر اسلام بیشتر نزدیکه به نسبت تمام جریانات اسلامی دیگه. ولی با این حال هنوز اون جنایتی که در صدر اسلام اتفاق افتاد، اینا نتونستن تو اون ابعاد هنوز اون جنایت رو خلق کنن چون امکانشو ندارن. و بنابراین یک بخش از اختلاف این دو جناح اختلاف ایدئولوژی که بین این دو فرقه است. یک بخش اساسی و امروزی که از این اختلافات فرقه‌ای و تاریخی استفاده میکنن برای توجیهش، اختلافات سیاسی امروزی برای کسب قدرت و برای حفظ قدرت. داعش میخواد قدرت جهان اسلام رو از نظر خودش تماما کسب کنه و مثل دوران صدر اسلام یا دوران امپراتوری عثمانی بالاخره منطقه وسیع و کشورهای وسیع رو به هم وصل کنه و خلافت اسلامی اعمال کنه. در مقابلش دولت هایی هستن و مشخصا دولت هایی که خودشون رو شیعه مذهب تعریف میکنن، اونا اینو قبول ندارن و نوع اسلامی گریشون یا نوع انتظارات و توقعات حتی سیاسیشون با اینا متفاوت هست. منتها داعش اگر بخوایم تو این دوره و تو این عصر مقایسش کنیم، تنها با خمینی قابل مقایسه است، چون خمینی از همه جریانات و شخصیت‌های اسلامی بیشتر از همه نزدیک به داعش بود. به این معنا اون هم فکر می‌کرد که باید جهان رو تصرف کرد و جهان رو اسلامی کرد، حکومت اسلامی رو در درجه اول در تمام کشورهای منطقه
از دست حکام به قول اون آمریکایی در آورد. اینا حکام فاسدی بودن و میخواستن از این طریق وقتی منطقه قدرتشون تثبیت شد و صدور انقلاب و با این مضمون و با این طوری توجیه پذیر کرد، شروع کرد به خرابکاری، ترور و خشونت در کشورهای منطقه و در مقابلش جریانات اسلامی از نوع داعش شکل گرفتن و مادر داعش در واقع یا پیشکسوت داعش تو زمان حاضر خود خمینی بود، نه کس دیگه. درسته اینا تو جبهه القاعده و سنیگری بودن، ولی اساسا ایده ها و رجوع به سنت های دوران صدر اسلام رو از خمینی اقتباس کردن، منتها نوع سنیگری شو ترویج کردن و اختلافاتشون بنابراین هم تاریخی، مذهبی، فرقه‌ایه و هم به طور ویژه و برجسته سیاسی و امروزی برای کسب قدرت و یا حفظ قدرت. بله، یه مقدار حالا متمرکز میشیم بیشتر روی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار اومدنش با اون تعریفی که از ترور شما دادین، ایجاد وحشت کردن، خشونت ایجاد کردن و مردمی رو تحت فشار قرار دادن، جمهوری اسلامی همه این کارا رو کرده. از قتل عام سال 60 در نظر بگیرید توی زندان‌ها و دستگیری خیلی خیلی از مردمی که سیاسی بودن، جوانایی که سیاسی بودن، کشت اونا رو. در خارج کشور دست به ترور زد، افرادی رو کشت. غلام کشاورز یکی از اون نمونه هاست. فرمان قتل سلمان رشدی رو دادن، به اصطلاح انگار که گفتن محاربه با خداست و باید کشته شود. قتل‌های زنجیره‌ای صورت دادن، توی ایران به صورت زنا اسید پاشیدن، زنا رو سنگسار کردن و میشه یک پرونده خیلی قطور و بزرگی رو برای جمهوری اسلامی ردیف کرد تو این زمینه. واکنش یا عکس العملی که دول غربی در این رابطه نشون دادن چی بوده تا حالا؟ ببین، دول غربی خب در یک دوره توافق کردن که شاه نمیتونه منافع اونا رو دیگه در ایران حفاظت کنه و رفتنی هست، بنابراین به جای شاه اینا تسلیم گرفتن، رفتن در کنفرانس گوادلوب توافق کردن خمینی رو تقویت کنن در مقابل شاه به عنوان جانشینش حکومت رو در دست بگیره. خب این دوره دوره‌ای بود که از یک طرف تقابل با بلوک شرق براشون اهمیت بالایی داشت، میخواستن یک کمربند سبز دور مرزهای شوروی اون دوره درست کنن، در افغانستان مجاهدین رو تقویت کرده بودن در مقابل شوروی اون دوره و در ایران این انقلاب وقتی شد جریانات اسلامی به رهبری خمینی رو تقویت کردن. وقتی اینا اومدن در ایران قدرت رو گرفتن، چون بر اساس برنامه خودشون به قدرت دست پیدا کرده بود و الان دیگه تحلیل نیست، اسناد گوادلوب الان منتشر شده و همه دیگه میدونن بر اساس این اسناد دولت‌های غربی نقش مستقیمی در تقویت خمینی داشتن و مشخصا آمریکا و مقامات بالای آمریکا، سفیرش، مستشاراش و نیروهای دخیلی که آگاهی و آشنایی دقیقی با مسائل ایران داشتن اومدن و قدرت رو از رژیم قبلی به طور مستقیم دادن تحویل خمینی. بنابراین بعد از اینکه قدرت رو گرفت، خمینی دیگه تو اون چارچوب هایی که قبلا توافق کرده بود یا قولش رو داده بود با آمریکا و دولت‌های غربی نموند، چون معلوم بود خمینی جریانی و یا جنبشی رو نمایندگی می‌کرد. این جنبش نمیتونست ضد غرب نباشه. همه جریانات اسلامی ابتدا اینجوری بودن، ابتدا با غرب کمکشون کرده، مستقیم یا غیر مستقیم اومدن رو یا قدرت گرفتن یا قوی شدن یا امکاناتی رو کسب کردن بالاخره بتونن مخالفینشون رو بزنن و بعدن خود اینا عملا نیروهای ضد غربی شدن، چون اسلام سیاسی نمیتونه ضد غربی نباشه. حتی داعش یه دوره ای اساسا اینجوری برداشت میشد که اصلا ضد غربی نیست، چون در مقابل غرب کاری نمیکنه. الان بینین همه ترور تو غرب میکنه، دیگه نمیشه گفت
داعش تو غربی نیست، چون اول مجاهدین افغان هم اینجوری نبودن، اول جمهوری اسلامی هم اینجوری نبود، اول حتی القاعده هم اینجوری نبود، ولی بلافاصله این ماری که در دامن و یا در آستین غرب پرورش پیدا میکنه عملا در مقابل خالق خودش همیشه خیانت کرده و همیشه در مقابلش قرار گرفته و این داعش هم آخرین نمونهش بوده. به این معنا اساساً وقتی که اینا قدرت رو گرفتن و برای تثبیت خودشون در دل انقلاب 57 در ایران شروع کردن قتل عام مخالفین و دهه 60 از 60 شروع کردن تا 67 و 68 تقریبا به طور مدام یک نسل کشی عظیمی رو در ایران انجام دادن تا تونستن موقعیت خودشون رو تثبیت کنن و محفوظ کنن برای مدت طولانی تر. مسئله فقط این نبود یه تعداد مخالفین رو گرفتن زندان کردن، وحشت ایجاد کردن، قتل عام بیرحمانهی که فقط تو تاریخ دوران هیتلری میشه گفت قابل مقایسه است. ویلا تو تمام این کشورهای منطقه حکام دیکتاتور کم نبودن، همیشه دیکتاتورهای کشورهای منطقه مورد بحث بودن، حتی کشورهای غربی به نوع انتقاداتی داشتن ازشون، در این حال رابطه شون رو باشون حفظ کردن، ولی در ایران به طور ویژه یک نسل کشی کردن، تمام مخالفین از چپ و راست رو از دم تیغ گذروندن، به دختران تجاوز کردن، رسما تجاوز کردن تو زندان ها، سر بریدن و هزاران نفر رو تو زندان ها بیرون آوردن، قتل عام کردن، حتی کسایی که حکمشون داشت تمام میشد یا تمام شده بود یا حکم گرفته بودن اینا رو قتل عام کردن و تو گورای دست جمعی و ناشناس دفنشون کردن. هنوزم که هنوز خیلی از این گورهای دست جمعی پیدا نشده، تعدادشون مثل خاوران الان برای مردم شناخته شده است. به این معنا وقتی این اتفاقات می افتاد دولت‌های غربی فقط نظارگر بودن، کاری نمی‌خواستن بکنن، میتونستن نمی‌خواستن بکنن، به خاطر اینکه یک منفعت بزرگتر از نظر خودشون اهمیت داشت، اونم اینه که یک کشور هر چقدر دیکتاتور، آدم کش، خون ریز، اسلامی، بالاخره میخواد حکومت رو تثبیت کنه و اونجا میدانی بشه برای سوداوری سرمایه همین دولت‌های غربی. بنابراین بحث سنگسار پدیده‌ای نبود در ایران شناخته شده باشه، دست قطع کردن و چشم درآوردن پدیده آشنایی برای مردم ایران نبود، حتی از دوران قاجار به بعد دیگه کسی شاید نشنیده بود، ماها اصلا نشنیده بودیم، نسل ما کلمه سنگسار رو تو جمهوری اسلامی شنید، کلمه حکم قصاص رو تو دوران جمهوری اسلامی شنید، و اینا امروز متاسفانه باید بگم در کل منطقه چنان گسترش پیدا کرده، یواشاش دارن به عنوان یه امر عادی بهش برخورد میکنن و دولت‌های غربی اومدن اینو توجیه کردن با توری نسبیت فرهنگی، اینکه مردم ایران فرهنگ دیگری دارن، فرهنگ سنگسار فرهنگشونه، فرهنگ ضد زن فرهنگشونه، فرهنگ مذهبی بودن و حکومت مذهبی فرهنگشونه، بنابراین باید قبول کرد، باشون کنار اومد، چون قبلا بالاخره تو عربستان بخشهایی از این اتفاقات افتاده بود. اگر ما به دلایل محدودیت میدیا و موقع زیاد خبردار نمیشدیم، دولت غربی خبر داشتن و به این معنی سکوت کردن، و منتها این سکوتشون وقتی شکسته شد که فضای سیاسی عوض شد، سازمانهای سیاسی کار دیگه کردن و بالاخره پروسه طولانی و متاسفانه دردناک و خونینی داشته تا وقتی که الان خیلی ها بالاخره با هزار بدبختی پذیرفتن که
بله، دولت جمهوری اسلامی یک دولت تروریست اسلامی هست. بله، من یه سوال دیگه دارم، در واقع سه تا سوال دارم تو یه سوال، و شما فقط یه دقیقه وقت دارین. ببینید میتونید معجزه کنید به صحبت من جواب بدین، و اون اینه که خب راجع به جمهوری اسلامی صحبت کردین و راجع به اینکه دولت‌های غربی سکوت میکنن در این رابطه ها، اینکه چرا سکوت میکنن، و تا حدودی فکر میکنم توی صحبت قبلیتون بهش اشاره کردین که بتونن بگن دولت جمهوری اسلامی یه دولت تروریسته. ولی مسئله دیگری گفتین وجود سازمان ها و غیره و غیره یه ذره فضا رو بهتر کرده برای اینکه این امر یه مقدار جا بیفته. خب چجوری میشه مسئله تروریست بودن دولت جمهوری اسلامی رو به یک گفتمان تو سطح دنیا تبدیل کرد؟ چجوری، یعنی از ماها چه کاری ساخته است؟ و دوم اینکه نقش اجازه بدید تموم بکنم، نقش مردم رو میخوام یه مقدار بگیم. بله، ببینیم می که میدونم فهمیدم سوالتون. بله، ببینید، تا اونجایی که به مردم ایران و جریانات سیاسی یعنی مربوط میشه، خوشبختانه به دلیل اینکه در جامعه ایران در 100 سال اخیر 2 انقلاب اتفاق افتاده، فرهنگ این جامعه رو زیر رو کرده. این جامعه به نوعی فرهنگ مدرن غربی رو فرهنگ خودش میدونه و میپسنده، برخلاف حکومت که یک فرهنگ عهد عتیقی وحشیانه و اسلامی رو فرهنگ میخواد گسترش بده به عنوان فرهنگ مردم که نتونسته. بنابراین خود همین تلاش و این فرهنگ باعث شد که حقوق انسان، حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق زن و و و به عنوان یه امر مهم تلقی بشه و در جامعه گسترش پیدا کرد. و الان خیلی از افکار عمومی یا بخش عمده ای از افکار عمومی در دنیا جمهوری اسلامی به عنوان یه حکومت دیکتاتور اسلامی و تروریست میشناسن، ولی دولت ها نمیخوان اینو قبول کنن مگر اینکه با فشار بسیار بیشتری، اونم مربوط به این هست که مبارزات داخل و خارج بیش از این با هم چفت بشن و بیش از این هدفمند کار کنن و این رو به عنوان یک پروژه هم به شکل قانونی و شکایت و مراجع بین المللی، هم به شکل اعتراض و مبارزه روزمره این جریانات متحدانه پیش بره تا بتونه از این که تا الان رسیدیم یک قدم جلوتر بریم. بله، خیلی متشکر از شما محمد آسنگرام. با تشکر از شما. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو شنیدید با محمد آسنگران در رابطه با مسئله ترور. ترور چی هست و خصوصیات و مشخصاتش چی هست؟ با این امید که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری با همکارم جمیل فرزان برای شما ساعات و لحظه‌های خوبی آرزومندیم. پیروز باشید.